خب اداره ضبط میشه علی اصغر جان. اگه آره این پس از این همه بلایا که به سرش اومد دیگه تسلیم قضا و قدر شد دیگه، دیگه هر دری زد نشد دیگه. و حالا از اینجا ادامهش میخونیم، تقریبا 10-12 صفحه مونده. من سعی میکنم که همیشه امشب بخونم که در واقع این پرونده نفست المستور بسته بشه. میگه مهیره ایام که از مهرم به جان می نهاد، رأت و خط شیب فی ازاری فسدت. یعنی میگه که کدبانو یا زن گرانکابین ایام که در واقع برا من جان میداد، وقتی نشانه های پیری در عارض من دید از من روی گرداند. خریده دنیا که چون دولت به جان خریده بودم، مرا مثل دولت به جان خریده بود. فلما ما تولت اعرست و تولت، انگامی که دولت روی برگرداند او هم روی برگرداند. طاقت تاقیشته چون مرا جفت غم دید، از قایت زجرت فریاد فیا موت و زر ان الحیات زمیمه بر آسمان رسانید. زجرتم که به معنی اندوه و تنگدلیه، ای مرگ روی بنما که زندگی ناخوش است. این ترجمه پیاموتو. و از سر سعامت، سعامت یعنی سیر آمدگی و دلزدگی، سیرم ز حیات مهنت آگنده خیش و از روزی ریزه پراگنده خیش ورد خیش گردانید. نفسی که از فرط فتوت و ان خاشت و ان خاشنتنی نائباته تشبث به اروع ابل ساعدین مخاشن دعوی عبودی سپر بینداخت. در واقع نفسش که از فرط فتوت، اگر مصائب از در درشتی پنجه با مردی چالاک و در واقع خشن بازو در واقع چنگ بندازه، نفس اینجوری بود که میتونست در واقع اگر مصائب با درشتی باش برخورد میکرد، با بازوهای خشن نفس این برخورد میکرد، سپر بینداخت یعنی تسلیم شد. صبر که وقور و احداث و زمان تنوشنی ولی الموت حولی جایتن و زهاب برو دست آمدی جای 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 باز پرداخت. این معنیش هم اینه، میگه من مردی بردبارم و حالان که بلاهای روزگار با من در آویختن و مرگ در اطراف من در آمد و شد است. تا اینجا پس چی شد؟ پس اینکه همه در واقع ابزاری که این دستش داشت تسلیم شدن، چه نفسش که از فرط فتوت اونجور بود، چه صبرش که در واقع اون توصیفا در موردش کرد، جای به باز پرداخت یعنی شونه خالی کرد، جا خالی کرد. عقل از هوش رفته جوش برآورد که ان لنفس که علیک حقا، همانا نفس تو را بر تو حقیست. از انسان که برخلاف حالات بادبان کشتی هوس برکشیده ای، در ورطه هلاک خواهی افتاد. الی حتفی مشی قدمی اری قدمی اری قدمی، قدم من به سوی مرگ گام برداشت. قدم خود را میبینم که خونم را ریخت. در ورطه هلاک خواهی افتاد. از این آب خیز که هر لحظه تیز تر است. روزکی چند برخیز تا ندای یا عرض ابلهی ما اکه و یا سماع عقلهی شنیده آید و از راه قیاس سخت دور است. پس عقلش بهش میگه که از این موجی که هر لحظه داره تیز تر میشه یه چند وقتی برخیز. اون یا عرض ابلهی در مورد همین داستان طوفان نوحه که میگه زمین آب را فرو بر و ای آسمان بازیست از باریدن. و میگه علی‌رغم اینه که همه اینا دوره، ولی خب بالاخره تو یه مدتی صبر کن.
خیش را به جودی انداز که اگر جهات آب گیرد دامن تو تر نگردد. جودی هم اون کشتی، اون کوهی که کشتی نوح بعد از طوفان روش نشست، تا حالت قیس الماء و قود الامر آب کم شود و کار بگذارند دیده آید هنوز کجاست. این رو داره میگه که آیا عالم که این اتفاق میافتد که بشه به یه کوهی پناه برد تا این آب طوفان بشینه و یه نفسی کشید. به کوهی تحصن نمای که چون آب از سر دیگران بگذرد تو را تا کمر نرسد. چند گویی مز از صاحب دنیا فلم یبق بعده کریمون یربی الارض فیض الغمام. صاحب دنیا درگذشت و کسی باقی نماند پس از او، جوان مردی که بارش ابر او زمین را سیراب کند. که از آن زمان که فکندند چرخ را بنیاد، دری نبست زمانه که دیگری نگشود. اولم یرو ان جعلنا حرما آمنا و یتخفت الناس من حولهم. آیا ندیدی آن شهر را که مردم آن شهر را که حرم امن و امان قرار دادیم، در حالی که در اطرافشان مردم را به قتل و غارت می روبایند؟ که اینم در واقع در آیه قرآنه که داستان در واقع حرم قرار دادن شهر مکه است. درگاه مبارک سلاطین بیت ایوبی و ملوک خاندان عادلی، کعبه فتوت و صفا و مروه این خانه صفا و مروت است. که انما خلقو من سعدت و علی و سائر الناس من تین و سلسال من تلق من هم تقل هذا اجل هم قدرن و از خواهم به نفس و المال. یه پنداری که آنها از سروری و بلندی قدر آفریده شدند و بعضی مردم و بقیه مردم از گل خشک و گل تر. هرگاه با ایشان دیدار کنی میگویی آیا بزرگتر از اینها هست؟ و سخاوتمندتر به جان و مال کسی سراغ داری؟ پس به هدایت سعادت و ارشاد بخت بنابر سابقه معرفتی که در تشبیه به این دعا تقریر رفته است، در تشبیه به این دعا هم که اول داستان گفت که من یه مودتی با این سلاطین بیت ایوبی و ملوک خانه خاندان عادلی داشتم، بنابر سابقه معرفتی که در تشبیه به این دعا تقریر رفته است، روی به درگاه خلاصه این خاندان مبارک خدایگان کریم سلطان رحیم ملک مظفر لازال ملک قرینت دوام ما قرنت اللیالی بالایام و تکاملت القرون بالاعوام و مدت علی و مدت علی اللیل جلابی و سلام نهادن. این هم که یه عبارت دعایی برای این ملک مظفر پادشاهیان جاودانه با تا روز تا زمانی که روزها به شب بپیوندند و قرنها به سال تمامی یابند و پرده های سیاهی بر شب کشیده شوند. و ازا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا. و چون ببینی آنجا را نعمت و پادشاهی بزرگی را ببینی، یعنی درگاه این ملک مظفر. و اینک 4 سال شد که عصا القرار در این دار القرار که لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما انداختم. 4 سال الان که داره اینا می نویسه عصا القرار، یعنی عصای قرار در جای گذاشتن به معنی آرام گرفتن در جای، چون مسافرای عصای می بردند، عصای چوب دستی که در واقع کمک راهشون باشه. وقتی که جای عصا را قرار میدن کنایه از آرام گرفتن و حرکت نکردنه. و اونم در واقع آیه یه میگه در واقع نشنیدن در آن بیهودهی و گناهی. و این آستان را که علل حقیقت آشیان امان است، لا فیها قولا ولا خمنها،
یونزفون معوای خود ساخت، منظور نظر رأفت و مشمول انواع کرامت و عاطفت روزگار می گذرانم و از ماده انعام این پادشاه که بی انقطاع باد و مدد قناعت من عیش قوی دست داده است. اون در واقع لافی ها قولن، یعنی در آن نه در واقع خمار و سردردی هست و نه مستی و مدهوشی، یعنی یه تعادلی در واقع تو این درگاه هست و یه امنیتی وجود داره که از انعام پادشاه و قناعتی که این میکنه در واقع یه عیشی بهش دست داده. اون تا خودش یه قیدی میاره دیگه، و اکنون چه خوشی و گر خوشی دست دهد، صد کاسه به نانی چو عروسی بگذشت. این بیتی کاملش تو جهان گشا هست، یعنی یه بیت دیگه هم اضافه داره که دو بیت بشه. این صد کاسه به نانی چو عروسی بگذشت، مثل این مسئله که تو اصفهان میگن قبای بعد برای گل منار خوبه، یعنی چیزی که به وقتش به دست آدمی زاد نرسه بی فایده. این هم میگه که صد تا کاسه که باشد به نونی نمیارزد وقتی که دیگه عیش و عروسی وجود نداشته باشه. و اکنون چه خوشی و گر خوشی دست دهد، صد کاسه به نانی چو عروسی بگذشت. به گوش دل مرده و نشاط پج مرده فرو خوانده و نظیر شیب دامن جیب به رو گرفته که ابعد الاربعین محرمات تمادن فی السبابت و اسرار. نظیر یعنی در واقع هشدار دهنده پیری، کنار گوش من داره میگه که از 40 سالگی گذشتی ابعد و اربعین و بعید از تو دیر پاییدن در عشق و شور و فریفتگی، یعنی دیگه عاشقی از تو گذشته بعد از حالا که از 40 سال گذشته. به هر قدمی که نه بر جاده قرار زدم، امروز ندمی روی نمود. هوای نفس را در بوته توبه بگداخته، همگی همت بر استدراک فوات مصروف و قصارای نهمت بر قضای گذشته و آن روز که بگذشت کجا آید باز موقوف. یه که کارم شده است که هی پشیمونه اظهار پشیمونی کنم و هی به گذشته فکر کنم و وقتم صرف در واقع اتفاقات گذشته بشه. انصاف اگر فرقت خانه و وطن منقص این حال نبودی، جمعیتی تمام دارم. و اگر هوای خراسان بر آتشم ندادی، غمهای جهان را باد نپندارم. و من مذهبی حب الدیار لأهلها وللناس فی ما یعشقون مذاهب. میگه مذهب من دوستی در دیاری است که به خاطر ساکنان آن است و برای مردمی که عشق ورزی آنها آیین هاست، یعنی مذاهب هاست دوست داشتن آنها. احب لحبها ها تلاعت نجر و ما شغفی به ها لولا هواها. پشته های نجد را به خاطر او دوست دارم و اگر عشق او نبود دوستی من هم با آن پشته ها وجود نداشت. چه اگر آن خداوند که روزنامه وفا را از اخلاق او برگیرند، از سیاه روزی من یا لیت بینی و بینک بود المشرقین و بعث القرین میخواند، باری من به هر مقام که هستم ارا اندارن لست من اهلها قفل خواهم خواند. و اگر آن مخدوم که نسخه مکارم از شمائل او برند و شکر دهر یقضی بالفراق میگوید، من بنده تا زنده ام تبت ید دنیا و احداثها، کانت علینا به نبی قاضی خواهم گفت. از یه خداوندی صحبت میکنه که من متوجه نشدم کیه، ولی تو خراسانه بالاخره اون کسی که الان داره در موردش صحبت میکنه. میگه اون که اخلاق وفا را اگر نگه دارد، یا لیت بینی و بینک کاش بین من و تو اندازه فاصله شرق تا غرب بود که تو بد هم نشینی هستی، معنیش اینه. و
ارا ان دارن لست من اهلها، هر سرزمینی را خالی از اهلش میبینم، و بیابانی بیاب علف، و اون فشکرت دهر یغزی بالفراق، سپاس از روزگار که به جدایی حکم میکنه، و اون تبت ید دنیا بریده با دست دنیا و بلایایان که به روی ما حکم میکنه، که به روزی ما حکم میکنه. عرض کنم خدمت، ببخشید، به دوری ما حکم میکند. این میخواد بگید که اونی که تو خراسانه اگر یه التفاتی به من میکرد، من اینا رو نمیگفتم، ولی خب حالا التفاتی بهش نمیکنه، تو ادامه دارم میگه: از آنها نیستم که به فراغت ریزه ای که در قربت حیث و کان چنان که بود دست دهد، دل از های مسخت و زرق ابراهیمی ببخشید، جونم. این مهرداد دستش بالاست، چه نه حرف توضیح داد، مهم. خواستم بگم نفهمیدم چی داری میگی، جلوی توضیح داده ابراهیمی دیگه. این پاراگراف آخر خیلی پیچیده بود، اون خداونده نفهمیدم داستانش چی بود. آره من خدا اینجا اشاره نیم کنه که کیا میگه، ولی یکی تو خراسان که به این التفاتی نکرده علارغمی که این انتظار داشته. و آره اینجا هم داره توضیح میده که اگر اون یه لطفی به من کرده بود، یه توجهی به من کرده بود، من آدمی نبودم که در واقع فراموش کنم و قدر نعمت رو ندونم. اون تا خب این کار رو باش نکرده. ادامه رم باز در همین باره توضیح میده: مسخط الرأس و منشأ و مبدأش، هم منظورش همون در واقع خورندزی، در واقع زی در همون تو خراسان تو نسا. عرض کنم خدمتتون که حیث و کان دل از مسقط و رأس و منشأ و مبدأ و اساس بر تواند داشت. میگه من اون کسی نیستم که به کمی فراغت که بهم دست بده تو غربت بتونم از سرزمین خودم دست بردارم. گزاف گوی بوده استان که و کل مکانن یون به طول قر و طیب. این عز و طیب اینجا داره میگه اینایی که میگن وطن چیز بی خودی، سخت دارن اشتباه میکنن، و چقدر هم زیبا داره میگه: گزاف گوی بوده استان که و کل مکانن یون به طول عز و طیب، هر مکانی که عرض کنم که عز و آبرو بیاورد خوش و نیکوست. یه هر کی اینو گفته گزاف گفته. درد فراق و زبان رانده است، درد فراق نیازموده است. میگه کسی که این حرفا زده جدایی درکی ازش نداره. آن که تلقی به کل بل آدن حللت بها اهلا به اهل و جیرانم به جیران گفته است، کیه؟ اونی که درد فراق نیازموده میتونه بگه که به هر دیاری که رسیدی، به جای کسان و خویشان کسان دیگری هستند، و به جای همسایگان همسایگان دیگری. یعنی کسی که دردی فراق نیازموده باشه اینا میتونه بگه، نه معنی که اینجوری. لکن تا سول حز خیش از اقسام الطاف خداوندی باز دانستم، من نیز خواستم که چنان که در طبایع مرکب است، و کلت للخله کما قال لی را کار فرمایم. میگه من از بد اقبالی که در خودم سراغ داشتم، منتها همیشه خواستم که چنان که در طبایع مرکب است، یعنی در طبایع انسان ها در واقع سرشته شده، و کلت للخله کما قال لی، یعنی کسی که برای من پیمانه ای پر کرد یا پیمود برا من، منم براش بپیمایم. یعنی اگر کسی کاری برا من انجام بده، من در واقع اون کار رو براش انجام بدم. این کلتا و کالا، ما کیلا در فارسی داریم به معنی پیمانه. و اقتدا بران مخدوم، اگر قلم در نامان که نامم نمی برد نتوانم کشید، ولی کل عمل رجالم، برای هر کاری مردانی است، قلم از ذکر او بشکن. و بر سنت آن خداوند، اگر دندان از آن که در بن دندانش دندانش نمی روم بر توانم کند، و کل مویسر لما خلق له، دندان بر سر نهم.
اینجا هم میگه که اگر در واقع نیمتونم قلم در نام کسی که اسم منم نیم برد بکشم، یعنی نیمتونم که بی خیالش بشم، گرچه برای هر کاری مردانی هستند. و میگه که نیمتونم اگرچه در دلش نرفتم، در بن دندانش نرفتم، نیمتونم هم دندان از او برتوانم کن، یعنی از او قطع امید نمیتونم بکنم، علی رغم که اون التفاتی به من نداره، ولی من نمیتونم رو اسمش خط بکشم و نمیتونم ازش قطع امید کنم. دندان بر صبر نهم، یعنی تحمل میکنم. مدت 4 سال در این عتاب به تکلف قلم باز کشیدم، و اگرچه با دل خویش بر نمی آمدم، صبری را که ندارم و ای کاشکی بودی، کاربند شده و به امید بیهوده الی یوم هذا خرسندی می نمود. و یا لیت در مقاسات آن قصه که پیش دوست و دشمن خجل گردانید، دل با من می ساختی تا انگشت به لب باز نهادمی، و دستیاری که صبر تا این غایت نمود پایدار بودی، تا پای بفشردمی. چه کنم؟ میگه که علی رغم همه این در واقع اتفاقاتی که افتاده و اون طعنایی که به من زدن تا حالا، ولی من رو این در واقع دوستی پای فشاری کردم، و چی کار میتونم بکنم؟ دل بیچاره بدین حال که در آنم، بیش از این در نساخت و صبر آواره، یک بار جای باز پرداخت هجر تو، اگر به جان رساند کارم، راز تو ز سینه بر زبان نگذارم، از دیده اگر برون تراود چه کنم، من بست زبانم و دلی پر دارم. شکوت و ما شکوا لمثلی عادت، ولکن تفیض النفس عند امثالها. شکوه کردم و شکوه کردن عادت چون منی نیست، ولکن پیاله نفس به هنگام پر شدن سرریز می شود. اینجوری هم که میگه راز اونم در دلش نگه داشته، به کسی هم نگفته که یه همچین خداوندی تو در واقع خراسان داره که بهش التفاتی نمی کنه. بسا دهرانده که از این حادثه به اطراف افتادند، و همشهریان تفقد او به قصاد واجب دیدند، جز محمد منشی که محمد منسی انگاشتند. یه چه بسیار افرادی که از ده خودشون رونده شدند به خاطر اتفاقات، و همشهریانشون به مهربانی با پیکهایی واجب دونستند که سراغی از اینا بگیرن، جز محمد منشی که خودش میگه که محمد منسی انگاشتن، یعنی محمد فراموش شده، از نسیان میاد منسی. از ایرا از دفتر مذکوران نام او برداشته، در این مدت که خبر خداوندی، یعنی خبر همون دوستش، همون خداوندش، جز از نسیم که نسیم میخواهد و نظر نشنیده است. غیر از نسیم که پولی نمیگیره بابت پیغام بردن، خبری دیگه ازش نرسیده، یعنی هزینه نکرده که خبری به من برسونه. و از آنها که جمال او دیدند، جز خورشید که خورسند نمیگرداند ندیده، روزی نگفت که حال آن دوست دست خوش تصاریف دهر آیا به چه رسیده، و هرگز به خاطرش نگذشت که آن در کشاکش تغاییره احداث افتاده، گویا از بخت چه دید، از آغت بهی حاله، اطالت له یدون، اخره نقصون، اقدمه فزدون. آیا حال او به تنگی کشیده، یا دستی به سوی او دراز گشته، آیا نقصانی او را تحقیر کرده، حقیر کرده، آیا برتری او را مقدم و فاضل گردانیده است. خودگیر که بدان حدود اجرت قاصدی باز پس نگذاشتم، بتوان گفت که تخم نیکی نیز بنکاشتم. یعنی میگه که فرض کن که من اندازه پولی که به یه قاصد بدم تو خراسان نذاشتم از خودم، آیا نیم شد که آیا هیچ نیکی نکردم که یه یادی از من بکنن؟
همانا به تاس گردانی دست گرد مخدومان من برآوردی، اینقدر دست دادی و در یوزت اگر با دوستان من رجوع کردی آنقدر فراهم بیامدی. یا اگه پیش دوستان میرفت گدایم میام که مبلغی بهش میدادم که یه سراغی از من بگیره یا تاس به گردونه پیش کسایی که من بهشون یه خدمتی کردم و بگه میخوام برای این یه کاری بکنم، ولی خب نکرده دیگه. اگرچه از بوالعجب بازی ایام، دست پاک و حقه تهی ماندم و از معین و علوف ماننده صفر بر هیچ آمده، حق سعی به نیکی توانم گذارد و مقصود قاصدی که این رنج برگرفتی برآورد. معین و علوفم که از 100 هزاره، میگه از این همه مالی که تو دنیا هست من مثل صفرم که هیچی توش نیست، خالیم در واقع. ولی اگر کسی لطفی میکرد میتونستم این نیکی را جبران کنم. گرچه خرسندم به هر حالی که میداری مرا، این سوس پیوندی از اخلاقان خداوند، اگر عام است و نه همانا که هست سخت غریب میدارم، و این بدعهدی از سیرتان مخدوم اگر خاص با من است نیک عجب میشمارم. ندانم که تا این خلال که نسخه مکارم از آن بردندی کجا رفت است آن خصال، که خاک در چشمه آب حیات زدی کی تغییر گرفته است. و اخلاق اون عهدت اللین فیها قدت فکأنها زبر الحديد، و چه خوی ها که در آن نرمی و لطف می شناختم و گویا پاره های آهن است، لیک در مدت عید ما دهل بدریده است. هیهات به بیابان ها که در میان ما بین است، مغرور نباید شد که کوه به کوه نرسد و آدمی به آدمی برسد. و دوری اگرچه بود و دوری اگرچه بود المشرقین، دور نباید چه مود. و اسال الله ان یأتی بالفتح او امر من عنده و یصبحوا علی ما اسر روفی انفسهم نادمین. میگه که اگرچه دوری اندازش فاصله بین مشرقینه، اما این آیه قرآن که شاید خدا پیروزی پیش بیاورد یا کاری از جانبش تا منافقان از آنچه در دل دارند پشیمان گردند. زان روز بیندیش که من می نگرم در روی تو و تو در زمین می نگری، با آن که بی التفاتی خداوند همه شداید را که کشیدم سر بسته است، لب فرو بستم و هرچند سرد مهریان مخدوم همه مهنت ها را که دیده مهر برنهاده است، مهر بر دهان نهادم تا فتح الباب التقا دست دادن. دل که اسیر مهنت است به اسر در میان خون خواهد بود، و رخسار از فیض دمو به عین جیهون. اون دل که اسیر مهنت است به اثر یعنی به تمامی و به عین یعنی به وضوح. پیوسته پستوار شوربختی خود را به درد خنده پوشیده می دارم و ناف صفت از میان خون جگر دمی خوش بر می آورم. مسامع شهان به ذکر محامد خداوندی معطر می گردانم و مجامع به نشر معاصرش معنبر. سخنان که طول و لحد منسن گفت به نزدیک من باری محض خلاف است و حدیث هرچه از چشم دور از دل دور دور از انصاف. طول و لحد منسن یعنی دوری فراموشی می آورد. میگه که پیش من این ارزشی نداره این که میگن دوری فراموشی میاره یا هر که از چشم دور از دل دور، میگه من اینو معتقد نیستم بهش. خطاب من با هر سحاب که بدان طرف کشیده است، یعنی هر ابری که میره جانب خراسان بهش اینو خطاب میکنم. هنیین لک یا سحاب، گوارنده باد بر توی ابر که بر خراسان میگذری قاعدتا. و جواب هر قراب که از آن جانب آمده است، یا ویلتی اعجستن اکون مثل هذا الغراب، ای وای بر من که سوستر بودم که مانند کلاقی باشم. و
والله اعلم بالصواب و الیه المرجع و المآب و الیه التفویض انه بصیر البصیر بالعباد و الیه المبدأ و معاد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. احسن بر شما. صلوات باید خط کنیم این آخر. خسته نباشید. خسته نباشید. خدا نکنه. شکر. نمید کرد. من تشکر. سلام بده کنم. نبودی عشق اون در میاد تو بفهمیم چی میخواد بگم. حالا متوجه شدیم که دیگه کلیتی کن. آره کاملا. بلایی نبود است که به سر این بند خدا نیاورد، ولی عجب نسل درخشانی داشت واقعا. این که میگه کوه به کوه نمیرسه آدم به آدم میرسه، از قبل ضرب المثل بوده یا چیز بوده؟ بله بوده. تو خاقانی هم داریم. آها. بله خوبی این نسل مقدم به خاقانیه با، ولی میگم بعدتر تو خاقانی هم داری. آها. نه یعنی گفتم شاید یه حرفیه که این دفعه اول زده ضرب المثل شده، احتمالا مثل بوده این استفاده کرد. آها.